حمله نیروهای داعش به یک کارخانه تولید گوگر در شهر قیاره در نزدیکی موصل عراق موجب انتشار گاز سمی سولفور شد. به گفته یک مقام ارتش عراق دو غیر نظامی در اثر استنشاق گاز سمی جان باختند و نزدیک به هزار نفر نیز به بیمارستان مراجعه کردند که از میان 500 نفر دچار مشکل جدی تنفسی شدند. یک پزشک بیمارستان قیاره میگوید کسانی که مراجعه کردند به دلیل آتش سوزی وسیع در کارخانه گوگرد دچار مشکلات تنفسی و حالت خفگی شدند. بیشتر مراجعان مردان و زنان سالخورده و کودکانند. به ویژه کسانی که دچار آسم و برونشیتند. همزمان پیشمرگاه های کرد روز شنبه در شهر بتنای در شمال موسل با نیروهای داعش درگیر شدند ارتش عراق نیز از جنوب در حال پیشروی به سمت موسل است به نظر میرسد مینگذاری های وسیع در اطراف شهر و نیز جابجایی نیروهای داعش از طریق تونل عملیات نظامی ارتش عراق را با کندی مواجه کرده است در همین حال وزیر کشور اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که ابوبکر البغدادی رهبر داعش سه روز پیش در موصل دیده شده است در این حال وی تاکید کرد که نمیتواند این خبر را تایید یا رد کند